در باغ‌های فرهنگی و فراغتی پایتخت برگزاری نمایش فروش مال و محصولات، هنرهای مردمی، طعام‌های ملی و دستاوردهای فرهنگی شهر و ناحیه‌های جمهوری ادامه دارند. از جمله چنین اقدام در باغ فرهنگی و فراغتی جوانان شهر دوشنبه دایر شده، در آن هنرمندان شهر بستانی ولایتی سوخت محصول دسترنج خود را پیشکش ساکنان و مهمانان پایتخت گردانیدند. در چورابینی مذکور نمایندگان مقامات مربوطه مملکت، مقامات اجرای حکومت دولتی شهر بستان و ناحیه سینای شهر دوشنبه اشتراک نموده از نمایشگاه دیدن کردند. در نمایش فروش مال و محصولات کارخانه های صنعتی دوزندگی از قبیل سر و لباس، پویافسول، نوشاکی ها و دیگر دستاوردهای شهر بستان پیشنهاد شده، امکان فراهم آورد که ساکنان و مهمانان پایتخت از آن بهره برگردند. نمایش فروش محصولات هنرمندی، کشاورزی، صنعتی و دیگر دستاوردهای ساکنان شهر بستان در باغ فرهنگی فراغتی به نام جوانان شهر دوشنبه تشکیل کرده شده است. در امروز چهارمینی کلی ساکنان شهری بستان، فعالان شهر، دستاوردهای کشتهای کشاورزی، صنعتی و هنرمندی خود را به معرض فروش و نمایش فروش ساکنان و مهمانان شهری دوشنبه کردند که از این چهارمینی کلی ساکنان شهری دوشنبه خوش استقبال کرده. اون انواعی که به نمایش گذاشته شده ایستاده است با نرخ های دسترس خریداری کرده. در برابر این هنرمندان شهر بستان در نمایش فروش فعالانه اشتراک داشته، محصول دست خود را پیشکش حاضرین گردانیدند. از جمله ساکنان این منطقه، مخصوصا زنان هنرمند اون در گوشه های الهیده، نمونه هنرهای دستی، زردوزی، گلدوزی، اطلس و ادرس، نان و خوراک های ملی و غیره را نمایش دادند. تذکر داده شد که برگزاری نمایش فروش محصولات کشاورزی، هنرهای مردمی، طعام های ملی و برنامه های فرهنگی و فراغتی از جانب شهر و ناحیه‌های جمهوری در پایتخت مملکت شهر دوشنبه اقدام خوب و سریوقتی بهر فراغت و استراحت ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه میباشد. در این نمایشگاه تمام کارخانه و مؤسسه ها از جمله مؤسسه تعلیمی تا مکتبی، مؤسسه مکتب تحصیلات میانه عمومی دانشکده کوی متالورگی تاجیکستان، همزمان یک چند کارخانه صنعتی در حدود شهر فعالیت برده ایستاده، نمایش مال و محصولات خود را به نمایش گذاشتند. از جمله ما شرکت سیاحی سحر بستان نیز در اینجا واسطه و لوازمات هایی که از طرفی برای خدمت رسانی به سیاحان داخلی و خارجی استفاده برده می شود برای نمایش به معرض تماشا گذاشته شد. جمهوری تاجیکستان که 93% را کوهسار تشکیل می دهد و امکانیت های سیاحی به نهایت فراخ را دارو می باشد، بنابراین شرکت سیاحی سحر بستان یگانه شرکت است که در شهر بستانی ولایت سوخت به خط گرفته شده است و برای سیاحان داخلی و خارجی خدمت رسانی پیشکش می نماید. در ادامه چهارمینی در باغ فرهنگی فراغتی جوانان پایتخت برنامه فرهنگی هنرمندان شهر بستان پیشکش ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه گردانیده شد. در آغاز روبریت شهر دوشنبه و رئیس شهر بستان سخنرانی کرده، تشبوس مذکور را برای آشنایی بیشتری مهمانان با تمدن و فرهنگ و رسم و آیین ملت تاجیک، اینچنین تامین بازار استعمالی با محصولات تر و تازه کشاورزی و صنعتی مفید ارزیابی کردند. در انتهای چهارمینی برنامه فرهنگی هنرمندان شهر بستان ولایت سوخت منظوری حاضرین گردانیده شد.